با درود خدمت دوستان گرامی، من تصمیم گرفته بودم که از جلسه قبل که ویدیوهایی که میخوام درست کنم از برم تو بیرون سبزه، حیات، باغ، نمیدونم جایی که خلاصه متنوع باشه. من اولین ویدیو رو هم درست کردم، جلوی قهوه فروشی استارباکس نشستم و ویدیوی رو که همین الان میخوام تکرار کنم و تهیه کردم، ولی یکی دو مورد توش یادم رفته بود، برای همین باید تکرار کنم. حالا که امروز اومدم تکرار کنم، اینقدر هوا سرده، من با وجودی که اینو پوچیدم رفتم بیرون هم باد میاد هم سرده، دیدم اصلا حوصله ندارم سرما بشینم، منم خیلی کلا سرمایی هستم، برای همین تصمیم گرفتم که این رو بیام در ماشین گرمونن ضبط بکنم، از شماره بعد که باد قطع شد ببرم بیرون ضبط کنم. داستان چیز نوع سازمان هایی که وجود دارن، شرکت ها از اول که به وجود میان چجوری به وجود میان و سازمان رو چجوری شروع میکنن سازماندهی بکنن. فرض بکنید که بنده میخوام یک لبنیاتی باز کنم. لبنیاتی که باز میکنم، خودم مدیر عاملش هستم، خودم کارگر اونجا هستم، خودم حسابدار هستم، خودم پول تمام تامین کننده ها رو باید بدم، همه کار به عهده خودمه، با انبار رو باید خودم بشمرم، همه چیز. کم کم کارم میگیره، یه ذره بزرگتر میشه لبنیاتی، مجبورم یه سری دستیارهایی بیارم برای یه کارهایی، حالا چیدن چیزا تو ویترینا باشه، نمیدونم حسابداری باشه، یه برها باید یه سازمانی شروع کنم درست کردن. حالا اینو کم کم بکنید یه سوپرمارکت خیلی بزرگ، و این سوپرمارکت بزرگ دیگه با یه نفر دو نفر اداره نمیشه. اینجاست که تقسیم کار وجود میاد برای اون کسی که توی کار مثلا آوردن اجناس به داخل و چیدنش یه نفر میذارید، برای اونی که مسئول نمیدونم قیمت گذاریه یا فروش یکی میذارید، حسابداری که تمام صورت حساب هر چی که میاد جمع بکنه، پول همه رو به موقع بده که بازم جنس بیارن، به خصوص جایی که چکی باشه دریان، پول نقد نباشه. مثلا امروز جنس میخرید، سی روز دیگه پولش میدید، خب این کی باید حسابش داشته باشه؟ این سازمان کم کم شروع بزرگ شدن بزرگ شدن. حالا فکر کنید که بعضتون خوب شده، دو تا لبنیاتی زدید، دو تا سوپرمارکت، هنوزم ممکنه از همون کادر قبلی استفاده کنید، اونی که مثلا مسئول حسابداریه اون یکی هم بره حسابداری اونم بکنه، اونی که مسئول چیدنه اینجا رو بچینه بعد بره اونجا بچینه، اونی که مسئول سفارشه مال اینجا رو سفارش بده بعد بره اونجا سفارش بده. میرسه به جایی که دیگه شما باید یک برای هر کاری یک نفر مشخص داشته باشید. توی سازمان‌های بزرگ، مثلا شرکت‌هایی که به خصوص تولیدی هستن، قبلا هم گفتم، یکی دارن معاونت فروش، یکی دارن معاونت بازاریابی. بازاریابی با فروش فرق می‌کنه، ولی بعضی وقت هر دو رو یکی می‌ذارن. یعنی بازاریابی میره هی تبلیغ می‌کنه تو روزنامه این ور اون ور، بازار رو به دست میاره که ملت بیان بخرن، بعد معاونت فروش میفروشه، بعضی وقتا مردوش یه رفت. بعد معاونت سرویس، خب این جنسی که دارید، حالا فروختید هواپیما، فروختید ماشین، فروختید، کی باید سرویس رو انجام بده، کی باید تعمیرگاه مجاز رو تعیین کنه، کی مجازه کی مجاز نیست. حالا این کارو کردید، حسابدارتون کی؟ یه نفر بودش که حسابداری عمل انجام بده. اینجا شما یه سازمان فانکشنال یا عملی دارید که هر نفر سر یه کاریه. منابع انسانی که کسایی رو که میخواد استخدام کنید، الان توی امریکا یکی از کارهای پرچالشه، برای اینکه ملت تونتون کار عوض میکنن دیگه، مثل سابق نیست یه نفر بیاری 30 سال بمونه، خیلی زور بزنید 2 سال 3 سال طرفو داشته باشی. در نتیجه منابع انسانی باید همینطور در جستجو باشه و همینطور استخدام بکنه. حالا سازمان فانکشنال شدید کامل، تعداد لبنیاتیاتون یا مثلا شده 10 تا 20 تا، دیگه اینی که یکی بره مال همه رو انجام بده اینا نداره، یعنی ظرفیتش رو نداره. اینجا که ممکنه اصلا اسم لبنیاتاتون هم بخواید، لبنیاتیار هم بخواید مختلف بذارید، یک شو بذارید کاشانی، یک شو بذارید دریانی. کم کم به فکر میزید که کاشانی ها رو یه گروه اداره کنن، دریانی ها رو یه گروه دیگه اداره کنن، چون یکی نمیرسه به همه این کارا. اینجاست که یه مدیر مالی برای دریانی میارید، یه مدیر مالی برای کاشانی، یه مدیر فروش برای این، یه مدیر فروش برای اون، مدیر بازاریابی، مدیر حالا به همه چیز میشه دوتا.
در اینجا سازمان شما تبدیل به سازمان دیویژن میشه، از حالت فانکشنال دیویژنالایز میشه. دیویژن یعنی بخش شرکت، یه قسمت شرکت، شرکت های بخشی یا قسمتی. توی ایران شرکت ها معمولا در همون مرحله اول متوقف میشدن، یعنی یه حسابدار دارن، حسابدار کل، نمیدونم یه بازاریاب دارن، بازاریاب کل، حالا هر چند تا جنس دارن. یکی از شرکت هایی که توی ایران خیلی زود به مرحله دیویژنالایز رسید گروه صنعتی بهشهر بود. سال ها پیش، از الان بخوایم حساب کنیم چه 50 سال پیش، 60 سال پیش، شرکت دیویژنالایز کرده، دیدن اینقدر فعالیت ها مختلفه، مثلا کارخونه شاپسند یه تشکیلات جداست، باید آدم خودش رو داشته باشه در همه قسمت ها. صابون گلنار و صابون عروس یه کار دیگه است، اونا باید از یکی باشه. پودر برف، حالا پودر برف با صابون میخورد ولی با روغن نباتی نمیخورد. شروع شد همه چیز دیویژنالایز، تقسیم کار، و مؤسسین شرکت شدن اعضای هیئت مدیره، آقای محمود لاجوردی در بالا، دو فرزندش احمد و قاسم در زیر، و برادرش اکبر هم باز جز هیئت مدیره، منتها باز خود هیئت مدیره هم هر کدوم تخصصی بودن. خود آقای محمود لاجوردی خب حالا در بالا بود، هیچی. احمد لاجوردی متخصص کارخونه بود، هر جا هر قسمتی کارخونه‌ای باید می‌زدن با مشاورت ایشون بود. مسئول امور مالی آقای قاسم لاجوردی بود که در ضمن بانک ایران ژاپن رو هم که مال این گروه بود خب اداره می‌کرد. حبیب لاجوردی وقتی اومد رفت تو قسمت منابع انسانی، در قسمت منابع انسانی کار کرد که بعد تصمیم گرفت که بره دانشگاه باز کنه و غیره. آقای اکبر لاجوردی مسئول فروش بود، کلاً هر جا که فروشی در کار بود اینا ایشون نظارتش بر مسئله فروش بود. حالا 57 شرکت بود، هر کدوم میتونست یه مدیر عامل داشته باشه، بعضی وقتا دو تاش، یکی یا سه تاش ممکن یه مدیر عامل داشته باشه، ولی دیگه مدیر عامل‌ها جزء همین گروه مؤسسین نبودن، به اینا گزارش میدادن و هیئت مدیره کارش بود که نگاه کنه ببینه عملکرد اینا چیه. پس در این مرحله اینا دیگه فانکشنال نبودن، دیویژنالایز شده بودن. توی کشورهایی که مثل ایران کمتر شرکتی به این مرحله میرسه، ولی اینی که دیویژنالایز بشید معنیش این نیست که دیگه این بهترین مدل شرکته. خیلی شرکت ها هستن بعد از سالیان سال که دیویژنالایز هستن، بنا به علتی بیزنسشون کم میشه، فروش کم میشه، یه دفعه میگه آقا چرا پول 4 تا مدیر مالی بدم، چرا پول 4 تا منابع انسانی بدم، چرا پول 4 تا مسئول فروش بدم، من یکی چیز میکنم مسئول همش میشه. من شرکت وایس که کار میکردم، شرکت وایس 4 تا باور دیویژن بود، یکی خود برند وایس بود، یکی برند لینک بود که من از اونجا اومده بودم، یکی برند امدک بود که باز یکی از این گروه بود، یکی دیگه هم یک شرکت دیگه بود اسمش هم یادم نیست. این 4 تا هر کدوم مدیر مالی خودشو داشت، مدیر بازاریابی خودشو، و با هم رقابت میکردن. اونایی که محصولش مشابه بود با هم رقابت میکردن، خود لینک با وایس رقابت میکرد. رسید به جایی که دیدن فروش شرکت بالا نمیره، ملت دیگه دام ترمینال یا ترمینال حالا هرچی که پروسسور نداره به اون صورت نمیخرن، فروش داره پایین میره. اولین چیزی که به فکر اومد بشه که حالا یه کار کنیم فروش زیاد بشه، این بود که یه کار کنیم خرج کم بشه. چجوری خرج کم کنیم؟ یه دونه اینا 4 تا رو میاریم میکنیم یکی، فقط در قسمت فروش به فروش میگیم آقا شما بعضی روزا اینو بفروش، بعضی روزا اونو بفروش، یا در داخل تیم فروش یکی رو بذار لینک بفروشه، یکی بذار وایس بفروشه، یکی بذار امدک بفروشه، یکی بذار یکی چهارمی رو بفروشه. عملا وقتی این کار میکنید دیگه برنداتون از بین میره، برای که یه کسی از حسابداری براش دیگه مهم نیست که صورت حساب که میاد مال کدومه، تا خود فروش هم که بعد 4 تا برند رو بفروشه نگاه میکنه ببینید کدوم کمیسیون بیشتر در میاره، کدوم راحت تر میتونه بفروشه اون میفروشه، چرا بره زحمت بده بکشه امدکو بفروشه وقتی وایس ازش میخره. شما اگه مسئول 4 تا باشید مشکل تقسیم بکنید وقتتون رو، ببینید خب من از صبح تا ظهر مثلا وایس میفروشم، از ظهر تا بعد از ظهر امدک میفروشم، نمیشه همچین چیزی. بنابراین اینایی که به اینجا میرسن عملا شرکت ضعیف‌تر میشه، بهتر من ندیدم بشه. بنابراین تجربه من همون دیویژنالایز بمونه و
حتی بعضی دیویژن ها با هم رقابت خیلی جدی هم داشته باشن به نفع شرکته. شما دو تا سه تا چهار تا برند داشته باشید، البته گروه صنعتی بشر اینو داشت، ولی فرض کنید که روغن لادن و روغن شاپسند در داخل یه دیویژن بودن، جدا نبودن. صابون عروس و صابون گلنار داخل یه دیویژن بودن و حتی فکر کنم که پودر برف. من 5 سالگی رفتم کارخونه رو دیدم و اثر زیادی رو گذاشت دیدن این کارخونه و این روغن نباتی ها و این صابون چجوری درست میشه. برای یه بچه 5-6 ساله چیز زیادیه و خب خیلی هم یاد گرفتم، شاید مثلا از همونجا به تولید علاقه پیدا کردم. به هر حال این داستان شرکت دیویژن. از شرکت های مدل دیگه هم اگه بدید توی بخش میگه آقا چند مدل شرکت میتونه باشه، شرکتی مثلا میتونه باشه تیمی که هی هر مدیر عامل تیمایی درست کنه بر اساس اون کاری که باید انجام بشه. به خصوص اگه شرکت مثلا مشاوره‌ای باشه، ممکنه برای مشاورت برای شرکت به خصوص یه تیم تشکیل بده، رئیس اون تیم به مدیر عامل گزارش میده، برای یه کار دیگه تیم دیگه تشکیل بده. ولی برای شرکت های بزرگ همین دو مدلی که بهتون گفتم، فانکشنال و دیویژنال. قبل از فانکشنال هم که همون مدل لبنیاتی و خودتون داری همه کار انجام میدید و هنوز چیزی وجود فانکشنی وجود نداره، فانکشن وجود داره، همه شما دارید انجام میدید. بزرگ باید بشید به اندازه کافی که برای هر کدوم یه آدمی رستاتام کنید و بعد دیگه خیلی که بزرگ شدید دیپارتمنت های مختلف یا دیویژن های مختلف درست کردید، به صورت شرکت دیویژنالایز در میارید. این هم از این. خوب و خوش باشید.